فرح دیبا با اسم سلطنتی اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی، سومین همسر شاهنشاه محمد رضا پهلوی و آخرین ملکه ایران قبل از انقلاب 57 است. سلام دوستان، من مهسا هستم. به کانال خودتون حواشی هنرمندان خوش اومدید. امروز راجع به پیامی که شهبانو برای مردم نسل 57 دارن و پیام مهم و احساسی که در آخر ویدیو به نسل جوان دادن صحبت میکنیم. پس آخر با من همراه باشید. شهبانو و فرح پهلوی این روزها با دوران پیری و کهولت سن در حال دست و پنجه نرم کردن هستند. اما باید گفتش که شهبانو با اینکه دوران پیری رو سپری میکنن، اما همچنان مثل یک ملکه جوان خوشتیپ و زیبا هستن. ایشون به قدری عاشق ایران و ایرانی هستن که هیچ جوره نمیتونن عشق خودشون رو با همه بیوفایی ها نسبت به هموطنانشون دریغ بکنن. شهبانو فرح این روزها وصیت خودش رو اعلام کرده و با این وصیت قلب همه طرفداران خودش رو به درد آورده. در این وصیت اعلام کردن و گفتن من عاشق کشورم ایران هستم. سال هاست که آرزوی این رو دارم که بتونم برگردم به کشورم و یک بار دیگه توی کوچه پس کوچه های نیاوران قدم بزنم. برم تو دل جمعیت و با مردم در ارتباط باشم. از حال و احوالشون بپرسم. بتونم از نزدیک ببینمشون و بغلشون کنم و بوی کوچه پس کوچه های کشورم به مشامم برسه. درسته که اینجا در اروپا و آمریکا همه چیز شاید خیلی زیباتر باشه، شاید خیلی امکانات بیشتر از داخل ایران باشه، اما هرچی که باشه اینجا خونه ما نیست. باید فراموش نکنیم که خانه همه ما ایران عزیزه، ایران عزیز و دوست داشتنی. شاید خیلی جالب باشه بدونید که وقتی که سنگایی که بر علیه ما شعار داده میشد توسط اطرافیان من جمع‌آوری شد، چند تاشون و حتی اسم اونها نوشته شد روی این سنگا و من همین سنگا رو به یادگار با خودم آوردم. شاید باورتون نشه، از گوشه گوشه های تهران، از سعادت آباد تا لاله‌زار سنگایی بر علیه ما به کاخ نیاوران پرتاب شده بود و من تکه های این سنگا رو حتی خیلی کوچیک با خودم آوردم، چون نشان ایران هستند و من دوست دارم در همین خاک به خاک سپرده بشم، جایی که من در اونجا متولد شدم، جایی که در اونجا من عاشق شدم و فرزندانم رو به دنیا آوردم و اونجا خاک من هستش، نه تنها خاک من بلکه خاک بسیاری از ایرانیان و هموطنان من هست. شاید باورتون نشه ولی من و همسرم به شدت به ایران و ایرانی بودن علاقمند بودیم و دوست داشتیم ایرانمون رو آباد کنیم. خود من یکی از برنامه هام رفاه زنان بود. خیلی وقتها در اون زمان به مناطق محروم کشورمون میرفتم و از بانوان با غیرت کشورمون چیزهای زیادی یاد میگرفتم. زحماتشون و کارهاشون چقدر در زندگی مردم تأثیر داشت ولی اونها نادیده گرفته میشدن. به همین خاطر برنامه های زیادی در سرم داشتم. در نظر داشتم که بنیاد تمدن و بنیاد فرهنگ را ایجاد کنم تا زنان و مردم در اقصی نقاط دنیا بتونن در این بنیاد حضور داشته باشن و ما بتونیم که تبادل فرهنگی داشته باشیم تا زنان و مردان کشورمون در نقاط دور بتونن از این بنیاد استفاده های مثبتی را داشته باشن و بتونن آموزش ببینن. در نظر داشتم زنان خونه‌دار حقوق بگیرن. در نظر داشتم که برای آموزش و بهداشت این زنان برنامه های بزرگی ایجاد کنم، اما متاسفانه خوردیم به بنبست و همه چیز عوض شد و در نهایت انقلاب شد و ما مجبور شدیم کشورمون ایران عزیز رو ترک کنیم. قسمت پایانی وصیت‌نامه شهبانو و پیامی که دادن واقعا ناراحت کننده هستش. ایشون میگن وقتی همسرم محمد رضا میخواست بره آمریکا، همون آمریکایی‌ها جلوش وایسادن. یکی از علت‌های تنفر آمریکایی‌ها از محمد رضا شاه این بود که همسرم عاشق مردم کشورش بود و به هیچ عنوان نمیخواست منابع ایران و ایرانی به خطر بیفته. به همین خاطر بود که اونها به همین راحتی محمد رضا شاه پهلوی رو کنار گذاشتن و حذفش کردن. حتی آمریکا دستور داده بود به هیچ عنوان محمد رضا شاه پهلوی و خانوادش رو به کشورهای خودتون راه ندید و اگر کسی بخواد محمد رضا شاه و خانوادش رو با آغوش باز به خودش دعوت کنه و به کشورش راه بده، قطعاً با حاکم اون کشور برخورد میکنه. در واقع اینجا بود که محمد رضا شاه پهلوی خیلی ضعیف‌تر شد.
نگو که همسرم اون موقع بیمار بوده و بیماریشو از من و بچه هام قایم کرده بود و نمیخواست ما از لحاظ روحی ضعیف بشیم و آسیب روحی ببینیم. اما بعد از اینکه پادشاه مصر با روی خوش از ما استقبال کرد و به مصر رفتیم، اونجا همه چیز تغییر کرد و شرایط همسرم هر روز بدتر و بدتر شد. اما همیشه اون مرد خانواده بود و برای بچه ها وقت میذاشت. حتی تا آخرین ساعت زندگیش هم همین کارو میکرد. شاه رو به من کرد و گفت با بچه ها بیایید دور تختم و کنارم بایستید. من میخوام بهتون بگم که باید شما همیشه همدیگر رو داشته باشید و با هم متحد باشید. میخوام همیشه به کشورتون ایران افتخار کنید و مطمئن باشید که یک روزی حقایق برملا خواهد شد. محمد رضا همسرم آرزوش این بود که دوباره ایران رو ببینه، اما نتونست به این آرزوش قبل از مرگش دست پیدا کنه و در نهایت چشم از جهان فرو بست. و من در دوران پیری هستم و میخوام وصیت خودم رو اعلام کنم. من هم آرزو داشتم که یک بار دیگه کشورم ایران رو ببینم، اما حالا که نتونستم میخوام وصیت کنم اگر این امکان وجود داشت من رو تو خاک ایران به خاک بسپارید. شهبانو در پیامی جدید اعلام کرده که از نسل 57 دلخورم، ولی وقتی نسل جدید سراغم رو میگیرن احساس مادری رو دارم که فرزندانش اون رو از خونش بیرون کردن ولی نوه‌هاش هنوز به اون عشق میورزن. شهبانو در مصاحبه دیگه گفته موقعی که ما از ایران خارج شدیم برای ما روز عزا بود. همگی ما حس می کردیم انگار مادری رو دارن از فرزندش جدا می کنن. این حس رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. تنها آرزوم اینه که برای آخرین بار ایران رو ببینم. خب دوستان عزیزم، از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید ازتون سپاسگزاریم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. اگه شما هم با صحبت‌های شهبانو فرح پهلوی موافقید، لطفاً یک جمله برای ایشون کامنت کنید.